با درود بر شما هموطنان گرامی، صحبتی داشتم با مسئولین آموزش و پرورش ایران. اول از شما تشکر میکنم به دلیل زحماتی که میکشید برای بالا بردن سطح علم و دانش تو کشور و برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم. من یه پیشنهاد داشتم، ازتون خواهش میکنم به این پیشنهاد گوش بدید و در صورتی که فکر میکنید که مناسب کشور هست و به کشور کمک میکنه، این پیشنهاد رو به شور و مشورت بذارید و خودتون سبک سنگینش کنید، نقاط مثبت و منفیش رو ببینید و اجرایش کنید. تعداد زیادی از دانش آموزان کشور ما توی مناطق ضعیف، مناطقی که از اقتصادی ضعیف هستن، از تحصیل محروم شدن به خاطر مشکلات مالی. من اول شدیداً تأکید میکنم که مجلس باید یک طرح تصویب کنه که دولت موظف بشه هزینه خوراک، پوشاک، درمان و مسکن تمام دانش آموزان توی مناطق محروم تا سطح متوسط پرداخت بشه. این طرح حتما باید اجرا بشه، هیچ شکی توش نیست. به خصوص الان انتخابات مجلس نزدیک، کاندیداها دارن رأی میدن، دارن شعار میدن که افراد جذب کنن. یکی از مهمترین شعار کاندیداها باید این باشه: دولت موظف بشه که مسکن، پوشاک، خوراک و درمان رو برای دانش آموزان مناطق محروم تا سطح متوسطه تأمین کنه بدون شک. اما تا اون زمان من یه پیشنهاد دارم، اسم این پیشنهاد رو گذاشتم طرح دانش آموز فرزند یا دانش فرزند یا دانش آموز خواهر، دانش خواهر یا دانش برادر. الان خانواده های زیادی هستن که توی ایران توان و امکان اینو دارن که هزینه های تحصیل یک دانش آموز توی مناطق محروم رو بپردازن بدون هیچ گونه فشار اضافی. همون لباسایی که برای بچه‌شون خریدن توی کمدشون هست که برای بچه کوچک شده یا بچه نمی‌پوشه، این یک لباس بسیار مناسبی، به خصوص الان که فصل سرما شروع شده، برای یه دانش آموز توی منطقه محروم. و یه مبلغ خیلی کم میتونن مستقیم بدن به دانش آموز که حتی بتونه غذای خودش رو تأمین کنه. من از شما مسئولین محترم آموزش پرورش درخواست دارم اگر امکان داره یه پل ارتباطی برقرار کنید مستقیما بین دانش آموزان مناطق محروم و خانواده‌هایی که وضعیت مالشون نسبتاً خوبه، که هر خانواده مستقیم با یه دانش آموز در تماس باشه و امکانات رفاهی این دانش آموز رو برای تحصیل فراهم کنه. مطمئن باشید هموطنای زیادی هستن که مایل به انجام این کار هستن و خودشون هم از این که بتونن هزینه های تحصیل یه دانش آموز رو بدن لذت خواهند برد و فسادی هم این وسط ایجاد نمیشه. مستقیم دانش آموز با این خانواده ارتباط برقرار میکنه، خود خانواده این دانش آموز رو ساپورت میکنن. هستای ساپورت هم میتونه صنفا باشه، مساجد باشه، حسینی ها باشه، تکایی ها باشه، هر جا که فکر میکنید افراد جمع میشن و یه وضعیت مالی دارن و میتونن دانش آموز رو ساپورت کنن. امیدوارم به مرحله ای برسه کشورمون که هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل محروم نشه. پاینده باشید. پاینده تمام ایرانیان میهن پرست. پاینده ایران، بدرود.